سلام دوستان وقتتون به خیر باشه چند تا فیلم مشتی درجه یک و البته قابل تمون درباره باکو و پیرامون این منطقه و این سرزمین بسیار مهم و محترم برای ما که باید به میهن بازگردد باید به میهن بازگردد برای شما خواهم داشت ما هم دیگه بررسی خواهیم کرد یک ویدیویی هست که ایران خیلی سریح در اون پیام هایی از تلویزیون رسمی خودش خطاب به مردم عزیز باکو اعلام کرده و ویدیوی دیگری هست از اتفاقاتی که داره پیرامون این سرزمین میفته اینا رفتن عضوگیری هایی رو دارن انجام میدن از گروهک های تروریستی از سوریه داعش و امثال اینها و تکفیری هایی که اونجا هستن دارن تلاش میکنن که اونها رو جمع کنن بیارن باکو آقا همه رو بردار بیار هر طور شده اینها بیان اینجا حضور پیدا بکنن خب شبهه دارن آقا من قرار شد بیام با کفار بجنگم حالا در یک مسیر مخشویی شما من رو به شیوهی آوردید در سوریه در مقابل دیگر مسلمین خیلی خوب کنار گوشم هم اسرائیل هست یه گلوله هم سمتش تا الان شلیک نکردم اینم خیلی خوب اما نکته مهمتر چرا داریم این سمت باکو این دیگه داریم خیلی دور میشیم از مسیری که داشتیم کفار اون طرفن ما داریم میریم تو دل مسلمونا نه داستان همینه باید این ور ایفای نقش بکنی تو اصلا ساخته شدی تکفیری ها ساخته شدن برای اینکه منطقه خاورمیانه ناآرام باشه قرار جای دیگه تو ایفای نقش داشته باشی اینجا قرار هست ناهم باشه نوک فلش تو قرار هست برگرده به همین سمت و حالا اینجا ابهاماتی پیش آمده ای از بین همین تکفیری ها سوال دارن چرا داریم میریم باکو این فرد داره تلاش میکنه بهشون پاسخ بده من دوست دارم بخشی از این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم کمی متعجب شویم از آن چیزی که داره اتفاق میفته بعد بیایم بپرسیم به پاسخ و پیام صریحی که ایران به به خودمون این داستان ها و این فضا و گستاخی های اخیری که

من خلال وجودنا في الافتاء والاوقاف قيل لي يا شيخ ما الحكم لابنائنا الذين يمموا وجههم شطر اذربيجان وليبيا قلت لهم ان اشياخنا افتوا بعدم الذهاب ليس لاننا لا نريد القتال هناك ان الذين يقاتلون هناك يقاتلون الصليبيه ويقاتلون الصليبية التي قال عنها بوش حربنا حرب صليبية ولكن علماؤنا أفتوا وقالوا بعدم جواز الذهاب لأن الذهاب هناك ترك لفرض العين إلى فرض الكفاية إن بلاد الإسلام لا تحدها حدود ولقد أرسل لنا أخ من طلاب بلاد الشام الذين درسوا خیل خب بخشی از این ویدیو رو دیدیم بیا پایین سر اون در گرفت سر اون درد گرفت بیا پایین بخشی شو هم دیگه دیدیم من بخوام پخش بکنم باید مفصل بریم این ویدیو رو هم دیگه برسیم. فقط خواستم این نمونه از این داستان ببینیم ببین یه لحظه دقت کنم این چیزی که رفا هویت رو هویت رو از مردم باکو گرفتن هر چیزی که ارتباطی بین آنها و ایران داشت ازشون گرفتن فرهنگشون رو ازشون گرفتن مذهبشون رو رفتن گفتن تو چی مذهبه شیعه شیعه که مسای ایرانیاست که تو ترکی تو شیعه نیستی بذار کنار بذار کنار مذهب مشکی بهت میدم یه چیزای مشکی بهت میدم نباید مرکز این ایرانیا که بابا اینا تعطیلن اینا رو چرا میخوای چیز بکنی این شیعه رو راه انداختن که اینا تو رو ببرن کنار دست اینا واسی کنار دست اینا خوبه واسی تو خودت هویت داری خب اومدن همه چیزو از اینها گرفتن همه چیز از اینا گرفتن چه اتفاقی افتاد تو جنگ قره باغ اینا به خودشون اومدن میگن داعشی ها و تکفیری ها دارن برایشون عملیات میکنن و من در گوش شما یه چیزی بگم شما جای این رو نشیش ندید از افغانستان هم ادعی رفتن توی نبرد قره باغ از همین مسیر ایران عبور کردن برای اونا ایفا نقش کردن اینجا داستان هایی داره من نمیتونم بهش ورود بکنم فعلا بعدا جای مفصل خدمت شما چیزا خواهم گفت که قطعا برای شما جالب خواهد خروجی این داستان چی میشه تو برداشتی تکفیری ها رو آوردی اینجا علیه ایران برای این مردم چه اتفاق میفته برید سوریه نگاه کنید ببینید برای سوری ها چه اتفاق افتاد ببین اینجا داره میگه که این شبه مطرح هست که آقا ما چرا داریم میریم باکو باکو داریم میریم کمک شیعه ها ما با شیعه ها که مشکل داریم که شیعه ها خوب نیستن که بعد این توضیح میده میگه که این شیعه ها از اون شیعه که تو لبنان میبینه تو ایران میبینه نیستن که اینا شیعه های خوبی هن. اینا شیعه های گوگوری مگوری هن. اونجا اینا با زور شمشیر شیعه شدن ما میریم درستشون میکنیم آقا یه سوال حالا اگه اینا اومدن کنار مردم در باکو با هم شروع کردن پیش رفتن یه سریا دارن وهابی میشن اونجا وهابی میشن یعنی از همین جنس جنایتی که تو شاچراغ دیدی یا که با حجاب فرق نمیکنه براش به همه جنایت میکنه علیه مردم کنه آقا یک بخشی خوب وهابی میشن یک بخشی تکفیری میشن این بکن اگه یک بخشی به این جنبه نرسن که دوست ندارن اصلا دینی داشته باشن که دوست دارن مسلمان باشن چی اتفاق میفته اینجا گفت اجازه بد من این نوتیفیکیشن رو قطعش بکنم تمرکز ما رو بدجوری داره میگیره بله بریم اینو قطعش بکنیم کاکو بله قطعش کردیم خیلی خوب چی داشتم گفتم آها آقا یه سریا اومدیم و اینا مسلمون نشدن به اسلام داعش مسلمون نشدن داره میگه اینا با شمشیر اینا با شمشیر شیعه شدن برشون میگردونیم برشون میگرد ای برنگشتن چی ای برنگشتن اینو دشمنن از همون شیعه بدبدایی که فکر میکردی حالا به خدمتشون میرسیم می ته این داستان سوریه است همین الان من دارم با شما صحبت میکنم ببین میگه که میگه لیبی و باکو خیلی ترسن که این حرفا تکفیری ها رو برایشان تو سوریه یه سری از این بدبخت ها رو برایشان بردن توی لیبی به کشتن دادن پای اردوغان پای اردوغانی که دوستشون اونجا حضور داشته باشه و اینا همچنان دارن توی این مسیر برش بازی میکنن اصل حرف من اینجا هست اصل نکته حرف من اینجا هست همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم فکر میکنم احرار و شام یه خورده حالا حافظم ضعیف هست دورم از فضای تکفیری ها و اون اخبار مربوط به سوریه دورم ولی فکر میکنم احرار و شام هست که همین الان چندین ساعت پیش توی سوریه در داخل ساختارش کودتا شده چند تا از این گروه ها که برداشتن بردن توی سوریه اینا نیروهای اردوغان بودن اینا رو هم اصله کشیدن همدیگه رو کشتن بین خودشون کودتا شده اینا شما فکری بلند میشن میان توی باکو اونجا وای میسن مثلا در خدمت اردوغان و اون الهام باکو میمونن نه اینا به جای خودش برای خودشون هم میفای نقش میکنن در درون خودشون هم داستان هایی دارن و زبان بسته بدبخت و بیچاره مردم باکو هستن که نمیفهمن چه قبری داره براشون کند میشه قبری که این تکفیری ها میکنن از جنس اون چیزی که تو سوریه اتفاق افتاد ببین آقای رئیسی توی دیداری که داشت با پوتین و دیگران یه حرفی زد گفتش که آقا میخوان داعش رو بیارن توی به صلاح خودم حالا داعش نه گفت میخوان تکفیری ها رو میخوان اتفاقات سوریه رو تو و باید نسبت به قفقاز جنوبی حساس باشیم به کیش میگفت سر یه میز اردوغان نشسته الهام باکو نشسته پوتین نشسته خودش هم هست عده دیگر به کی داریم میگه به الهام باکو داره میگه اینکه خودش داره میاره به اردوغان داریم اردوغان که خودش داریم با پوتین بود گویا این اتفاق داره میفته ما باید نسبت به این داستان هوشیار باشیم اینها شدن وسیله هر کسی که میخواد علیه روسیه و ایران شرارت بکنه اینجا بخشش رو دیدیم رسما داره تکفیری ها رو اینجا حاضر میکنیم فیلمی ببینیم اجازه فیلم ببینیم از نمازخانه تکفیری ها در داخل ارتش جمهوری باکو داره توضیح میده میگه اینها رو آوردیم داریم تلاش میکنیم فضا رو برایشون فراهم بکنیم اینجا فضایی هست که برای وهابی ها فراهم کردن اونها هم بیان حضور داشته باشن نمازشون رو بخونن به اصطلاح خودمون عبادتشان را بکنن. کارهای خودشون رو انجام بدن و در این منطقه فعال باشن رسما باکو با هدایت اردوغان و رژیم صهیونیستی داره به اردوگاه وهابی ها تبدیل میشه انقدر که اونها الان قلم رو دارن انقدر که اونها اجازه اقامه نماز و چی و چی دارن شیعیان شکلی نیستن مردم خودشون این شکلی نیستن مردم خودشون داستانشون عوض شد و جرأت بکنن چیزی از اعتقادات مذهبیشون بگن اونجا دهنشون آسفالت میکنن رحم بهشون نمیکنن در کنار این اتفاقها در کنار این اتفاقی که زیر پوسته باکو داره رخ میده حالا این فیلم ها ممکن است بخشش آرشیوی باشه ولی غلط‌تر باشه همین چند وقت پیش ولی خب مشابهه این الان داره رخ میده در کنار اینها بلبل زبانی های اصلی الهام باکو زبان بسته ای که انداختن جلو میخوان قربونیش کنن پای ایران میخوان قربونیش کنن این دیشرف رو بیشرفی که ایران کم خوبی به پدرش نکرد به پدر این بی پدر ما کم خوبی نکردیم این رو انداختن جلو اخیرا بلبل زبانی های علیه ایران داشته ویز, ویز های کرده آقا یه کشوری هست و از منوش برگزار کرده میخواد به ارمنستان کمک بکنه ارمنستان همسایه توی بی پدر هستی از توی بی پدر باید اجازه بگیرم برم با ارمنستان جلسه داشته باشم میگم کمکش بکنم دلم میخواد کمکش کنم میخوام کل موشکام ببرم توی ارمنستان مستقر بکنم باید تو اجازه بگیرم میخوام همین الان کل موشکام ببرم تالبان بدم دست طالبان باید کسی اجازه بگیرم از کی تا کی گفته ایران باید برای کارهایی که میکنه از همسایه‌هاش اجازه بگیره تو آدم باش درست رفتار کن ما با تو هم رفیق خواهیم بود و تو هم از مواهب رفاقت با ایران بهره خواهی بود خب اینها این, احمق ها ترجیح دادن نفهمن ترجیح دادن که جور دیگری بازی رو بفهمن و ایران هم به شیوه خودش داره چیزهایی رو یادآوری میکنه اتفاقاتی زیر پوستمان مناطق داره میافته که اینها اگر امروز درکش نکنن فردا برای خائنان دیر خواهد بود من میخوام فیلم رو خدمت شما ارائه بدم از پیام سریح تلویزیون ایران عزیزانی که در شبکه سحر هستن بسیار حال ما رو داره خوب میکنن رحمت خدا بر پدر و مادر این جماعت با شرف که خیلی زیبا دارن برنامه هایی رو برای مردم باکو و برای دیگر عزیزان پخش میکنن و ما هم میبینیم و فیز میبریم بخشی از این برنامه رو با هم دیگه برنامه که خیلی این روسا مورد توجه همه در فضای فاز زمان قرار گرفته در نکاتی دارم که خدمت شما هستم بسم الله الرحمن الرحیم بیک و مهربان الله العادیلا ایران ازلی و ابدی توپاقلار اولان ایرانن شمالندن باکیدن گنجدن تا جنوبنا دک یعنی زاهدان احوازا و بگنلر خصوصی اولارا نخجواندا یشیان باجی قرداشلارمزی جانی سلام دیرم همه عالم تن و ایران دل همه عالم تن و ایران دل نیست گویند زین این قیاس خجل نیست گویند زین این قیاس خجل چون که ایران دل زمین باشد دل زتن به یقین باشد بیک با شاعر میز خیر خب بخشی از این گزارش رو هم دیدیم من اولش برای شما بخونم میگه به نام خداوند بخشنده مهربان به خاک ازلی و ابدی ایران از شمال ایران باکو خاک ایران از شمال ایران باکو شما اجازه آزاد باشید در اطراف مرزهای من از وطن جدا شدی منم باد کار ندارم خیلی از همسایه های من هستن که یک موقعی بخشی از وطن بودن من با اینا هیچ مشکل ندارم هیچ بحثی ندارم تا کی تا زمانی که بخوان مرکز شرارت علیه من بشن یا مرکز شرارت علیه دیگران بشن اونجا من خجالت میکشم میگم آقا این همسایه ما رو نگاه کن این از خاک من بوده حالا داره از خودش جنایت میکنه علیه بقیه و چرا من عرض نداشم اینو حفظش بکنم الان اون کسی که کشته شده من نباید پاسخ بدم چه در کشور خودش یا کشور همسایه داری جنایت میکنی تا کی جنایت تا کی تا شرارت تا کی پس من مجبور هستم یک برخوردی با یکی بکنم یه یک گوشی یا یکی بپیشونم حساب کار دست بقیه هم بیاد که اگر بخواهید شماها که از خاک وطن جدا شدید عزیز دل ما هستید اگر بخواید علیه ما ایفای کنید نمیشه که هر روز یکی رو از مادر جدا بکنن ببرن در دامن دشمنان میهن اونجا تربیتش بکنن بزرگش بکنن شیر سگ بدن بخوره پاچه وطن رو بگیره پاچه مادر رو بگیره همچین چیزی نمیشه نه یک بار ما باید یک در رو شیر فهم بکنیم تا این داستان دیگه اتفاق نیفته خب اینجا داره توضیح میده میگه به خاک ازلی و ابدی ایران از شمال باکو گنجه تا جنوب یعنی زاهدان و اهواز آیا ایران یک رو داریم از صحبت میکنیم همه اینها بخشی از خاک میهن هست از همه اینها سلام میفرستم و این روزها مخصوصا به برادران و خواهران خودمان در نخجوان نور چشم ما جان ما عزیز دل ما خواهران و برادرانی که در نخجوان داریم با جان و دل سلام میفرستم این بخش رو که این فرد ارائه داد یک شعری خونده شد که شما دیدین حالا میخوام صحبت های دیگر این برنامه رو با هم دیگه بشنویم کمی حالمون خوب بشه بعد میگردیم و نکاتی رو بررسی کنیم حکیم نظامی گنجوینین بو گزل شعریلا بس بیوک اولکه ایرانن ادیلا سیزی سلام دیرق بیوک شاعرلریمیز بیوک فردوسی حکیم نظامی گنجوی خاقانی شروانی حافظ سعدی استاد محمد حسین شهریار و هم مسنن باید که اولکموزین تهران شهرندن سیزی سلام ایران خزردنیزین ساحلرندن ماوی فارس کرفهزین ساحلرندن کمی اولکموزین هر گرهنده که وارسوس سیزه سلام اولسون ایران از اولکموزین و تنداشتاره طرف ننده خیلی خب بخش صحبته ای این فرزون خون برای شما بخونم میگه که با این شعر زیبا از چهاران بزرگی حکیم نظامی گنجوی از کشوری که پرورشش داد با نام ایران به شما سلام میفرستم شاعرانه بزرگ ما به مانند فردوسی نظامی گنجوی خاقانی حافظ سعدی استاد محمد حسین شهریار هر کدوم از اینا رو ما سر به چرخونیم ترکیه میگه این مال منه تو نقشه قدیمی تو نگاه بکنی عزیز دل تو نقشه های قدیمی نبوده همچین جایی ایران بوده دیگه اخیرا مسابقه انجام شد یکی از همینا تو برنامه ترکیه گفته بود که آقا ای نگید به تاریخ شما اگه واقعا بخواد به تاریخ ایران بوده قبلش لجاجت که نمیخوایم به خرج دشمنی که نمیخوایم به خرج معقولانه داریم بررسی میکنیم دیگه عقل میخوایم به کار بندازیم معقولانه بررسی بکنیم ایشون میگه که در ادامه صحبت خوش میگه که از زبان همه اینها از پایتخت کشورمان تهران به شما سلام میکنم از سواحل خزر تا سواحل نیلگون خلیج فارس در هر کجا کشورمان در هر کجای کشورمان که حسید به شما سلام میکنم ادامه صحبت این فرد هم Əlad, öz ölkəmizin vətəndaşları tərəfindən də bütün əzizləri, İranlıları, olsun tarix boyu müxtəlif yerlərdə İran doğulanlar, ürəkləri İrandan olan, kökləri İrandan olan, Şəki, Şirvan, Bakı və və tamam bu məntəqələrdə olan gözəl tarixi vətəndaşlarımızı, tarix boyu bizimlə yaşdil olanları salamlayırıq. خیلی خب بخش دیگری از صحبت این فرادی میگه از سواحل خزر سلام میکنم به شما از طرف شهروندان کشور خودمان هم به تمام عزیزان چه که در طول تاریخ در جاهای مختلف با ایران بودند و دلشان و ریشه هایشان از ایران است شکی شیروان بادکوبه و تمام هموطن های تاریخی که در این مناطق هستند به تمام کسانی که در طول تاریخ با ما یک زبان بودند سلام میفرستم این بخشی از ویدیویی بود که این روزها در تلویزیون ایران منتشر شده است به زبان آذری خیلی متوجه قرار گرفته خیلی ها پیرامون این صحبت های مختلفی واکنش های مختلفی داشتن بهش پرداختم و یکی از بی‌نظیرترین ها هست حال همه ما رو خوب کرد البته حال ما زمانی خوب میشه که داشته های تاریخی و وطن به خصوص که دارن علیه ما شرارت میکنن به وطن برگرده به وطن برگرد ما بارها گفته این باز هم به صراحت میگیم قره خاک اسلام است نخجوان خاک اسلام است باکو خاک اسلام است بادکوبه و دیگر نقاط هم همینطور چرا خاک اسلام آزاد شده به اشغال سهیونیستا و تکفیری ها در اومده باید آزاد بشه این هم از نظر ما اشغاله ما اونجایی که برگشتیم گفتیم قره با خاک اسلام است خیلی ها نفهمیدن ما داریم چی میگیم ما گفتیم که بله خاک اسلام آزادش کن ولی در قامت یک مسلمان نه در قامتی کسی که داره تحویلش میده به سهیونیستا و تحویلش میده به اون جماعت تکفیری و امثال اینها وقتی هم میگم خاک اسلام است نمیگم خاک ایران است تو صحبتش می‌بینی. مدام میگه ایران شما بخشی از تاریخ ایران نخجوان ایران فلان ایران ولی در صحبت خودمون وقتی میگیم که خاک اسلام است یعنی اگر به اشغال صهیونیست‌ها و تکفیری ها در آمده، تو برای آزاد شدنش با ایران طرف نیستی تو با همه مسلمان ها طرف خواهی شد همه مسلمان ها میان اینجا ایفا نقش کنن افرادی که میدانن این بخش از خاک اسلام باید به خاک اسلام برگرده من طولانی نمی کنم این روسا ادهی دارن علیه ما شرارت هایی می و در حیرتن بعد از ماجرای اقلیم کردستان در حیرت چون ایران داره حرفی در روی باکو میزنه همزمان حرفی در خصوص حمله به رژیم سعودی داره مطرح میشه خب هفته پیش اینا یقین داشتن ما قرار بهشون حمله کنیم یقین داشتن این ماجرا رو اتفاق نیفتاد این هفته باز دوباره ماجره های رخ داده پشت پرده که من بخشش رو در شبنامه خدمت شما ارائه هم این الان برشون سواله این چیکار میخواد بکنه یه حرکتی میخواد بزن این نمیتونه آروم باشه ایران کشور بیشوالیه تو در اوج نارامه های کشورت که دیگه همه رو آورد این پای کار از آنجلی جولی داشت علی تو حرف میزد تا اون نمیدونم سفیر و اون یکی اون چیچی و همه دنیا اومدن پای کار این در اوج این آرامی ها فرصت و محترم شما ضربات رو زد به اقلیم کردستان ضرباتی که ثانیه شما که کرد بزن. این نمیتونه ساکت باشه این کشور بیش یه حرکتی میخواد بزنه حرفاش هم مشکوک یه بار در باکو یه چیزی میگه یه این کجا رو میخواد بزنه چیکار میخواد بکنه همه اینهایی هم که دارم اسم میبرم هم باکو بگیرید هم رژیم سعودی اینها علیه ما شرارت کردن تکفیری مستقر در ماجرای قرب... ماجرای شاه چراغ این تحریزی عملیاتش در باکو انجام شده از باکو اعزام شده علاوه بر این دوازده نفر تکفیری در همین ایام از سوی باکو آمدن ایران بازداشت شدن سعودیش هم که ماجرش مشخصه یعنی هر کدوم از اینها اگر ایران بخواد اقدامی علیهشون انجام بده کاملا منطقی و هوشمندانه به نظر میرسه من طولانی‌ترش نمی‌کنم فکر میکنم تو همینجا کافی باشه همه ما این روزها در آرزوی این هستیم که بخشی از وطن بخشی از داشته مقدس ما بارها من گفتم آذربایجان شمالی باید به وطن برگرده باید به وطن برگرده این عزیزان که در آذربایجان جنوبی هستن همه ما داریم لحظه شماری میکنیم در آغوش بکشیم عزیزانی که در آن سوی داریم اینها پاره های جگر ایران هستن اینها داشته های مقدس و محترم ایران هستن باید به خاک هم برگرده و به یاری خدا این محقق خواهد شد با حماقت دشمنان کم و کمخردی خ... که خدا عنایت کرده در این بازه زمانی در مقابل مقرر گرفتن به یاری حضرت الله این بی‌نظیر محقق خواهد شد من نکته دیگه ندارم فکر کنم تو همینجوری کافیه اگر نکته ایشون در قالب پیام برای ما بفرستید خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر